افغانستان در نیم قرن گذشته یکی از فقیرترین کشورهای جهان بوده اما به سازمان سازمانهای مختلف بین‌المللی از زمان روی کار آمدن طالبان در این کشور حدود یک سال و نیم پیش رخ داد تا کنون مردم افغانستان بیش از پیش در فقر فرو رفته و وضعیتشان روز به روز وخیم تر می شود. در همین راستا سازمان جهانی غذا یک بار دیگر با انتشار گزارشی نسبت به بحرانی بودن وضعیت افغانستان هشدار داد همکارم فاطمه موسوی گزارش میدهد برنامه جهانی غذا گزارشی هشدار داد افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی قرار دارد و کمک های غذایی این سازمان برای میلیون ها نفر در افغانستان آخرین راه نجات است برخی خانواده های بی بزاعت به رسانه ها به دلیل افزایش فقر و بیکاری وضعیت اقتصادی آنها بدتر شده است. این خانواده ها میگویند توانایی تأمین هزینه های زندگی را ندارند و نهادهای های بین المللی به آنها کمک می کنند. سازمان ملل پیشتر گزارش داد از ماه آگوست سال 2022 به این طرف از هر ده خانواده در افغانستان نه خانواده قادر به تهیه غذای کافی نیستند. بر اساس این گزارش 20 میلیون نفر نیز نمی دانند غذای وعده های بعدی خود را از کجا تهیه کنند و 6 میلیون نفر دیگر نیز در یک قدمی قحطی قرار دارند. برنامه جهانی غذا هشدار داد ذخایر مواد غذایی در ماه می سال جاری میلادی تمام می شود و این خانواده ها در سختترین شرایط قرار خواهند گرفت. سازمان ملل در این گزارش نوشت به دلیل محدودیت مالی حداقل چهار میلیون نفر در افغانستان تنها نیمی از نیازهای غذایی خود را در ماه مارس دریافت خواهند کرد بر اساس آمارهای برنامه جهانی غذا جهت مواجهه با افزایش افراد فقیر در افغانستان به 93 میلیون دلار برای 13 میلیون نفر و در ماه آوریل نیز 800 میلیون دلار تا 6 ماه آینده نیاز دارند فاطمه موسوی اخبار شیعه